تهدید کردن که ما رو از روی نقشه حذف کنن. تلاش میکنن به قابلیتی برسن که بتونن این کار رو انجام بدن. هدف اصلی برنامه هسته‌ایشون ساخت بمب اتمیه و وقتی این موضوع رو کنار قابلیت‌های موشکی دوربرد ایران میگذارید، متوجه میشید که تهدید بزرگی وجود داره. تهدید مشترکی برای ما و جامعه جهانی. همه میدونیم که ایران تهدید بزرگی برای صلح جهانیه و صد البته برای امنیت ما. اگه اونطور که شما میگین به دست آوردن سلاح هسته‌ای امنیت منطقه رو تهدید میکنه، چرا شما خودتون سلاح هسته‌ای دارید؟ نگفتیم کشوری هسته‌ای هستیم یا اینکه یک قدرت هسته‌ای باشیم، ولی میخوایم یه نکته رو روشن کنیم. ایران خشونت، تروریسم و تنفر رو تو دنیا گسترش میده. اوضاع رو در خاورمیانه نارام میکنه، در جنوب آمریکا، در شمال آمریکا، در خاورمیانه و در خلیج فعال. در مورد برنامه هسته‌ای ایران دنبال راه حل صلح می هستیم، اما اگه تمام تلاش‌ها شکست بخوره، راه‌های دیگه‌ای هم هست. نمیخوایم کار به اونجا بکشه. تهران باید بفهمه که باید برنامه هسته‌ایش رو کنار بگذاره. برنامه‌ای که تنها هدفش ساخت بمب هسته‌ایه. اما یه باور عمومی هست که بالاخره اسرائیل سلاح اتمی داره. سال‌هاست که این باور وجود داره. من نمیدونم همه میدونن یا نه. ما چنین حرفی نزدیم. می‌دونیم که بین دولت آقای اوباما و دولت اسرائیل در مورد حمله به ایران اختلاف نظر هست. چه می‌کنید اگر که نتونید دولت آقای اوباما رو راضی کنید به این کار؟ فکر کنم جامعه بین‌المللی باید فشار بیشتری روی ایران بیاره تا ایران برنامه نظامی خودش رو متوقف کنه. ما سه خواسته از ایران داریم. اول توقف غنی‌سازی، دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده از خاک ایران و سوم اینکه ایران تأسیسات زیرزمینی هسته‌ایش رو تعطیل کنه. اگه ایران این خواسته ها رو بپذیره و به جامعه بین‌الملل نشون بده که به دنبال راه حل صلح میزه، اون وقت ما این فرصت رو داریم که این مشکل رو به صورت دیپلماتیک حل کنیم. اما اگه ایران باز هم وقت‌کشی کنه و سعی کنه دنیا رو فریب بده، فکر می‌کنم ما وارد مسیر بدون بازگشتی بشیم. ایران خطر بزرگی برای صلح جهانیه. جناب نخست وزیر فکر می‌کنه که هزینه متوقف نکردن ایران از هزینه متوقف کردنش خیلی بیشتره. اما غنی‌سازی اورانیوم تحت نظر آژانس حق ایران هست. چرا ایران باید از این حقش گذشت کنه؟ ایران باید برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه. موضوع اینه که ایران دنبال بمبه و وقتی خدایی نکرده به بمب دست پیدا کنه از اون استفاده میکنه. اینه کی گفته؟ دولت ایران هیچ وقت اینو قبول نکرده. این حرف جامعه جهانیه. معلومه که ایران این حرف رو نمیزنه. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه. دو روز پیش هم دوباره گفت که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی هم داره. وقتی میبینید که چقدر برای پیشبرد این برنامه تلاش میشه، وقتی برنامه موشکیش رو میبینید و تأسیسات زیرزمینی اون رو میبینید که تمام این تلاش‌ها برای دستیابی به بمب اتمیه. هیچ ربطی به انرژی و امور درمانی نداره. دنبال این هستن که بمب بسازن و از اون استفاده کنن. این برای همه روشنه. میدونیم که شهرهای اسرائیلی خیلی نزدیک هستن به فلسطین و لبنان، هر دو از نزدیکان ایران هستن، دوستان ایران هستن. آیا فکر میکنید که ایران واقعا دوستان خودش رو در خطر قرار میده؟ ما این رو میدونیم، ولی ایران صدها هزار نوجوان ایرانی رو فرستاد تو جنگ با عراق کشته بشن. پس ایران مشکلی در کشتن ایرانی ها برای رسیدن به اهدافش نداره. بعید میدونم مشکلی با ریختن خون فلسطینی ها داشته باشه تا به هدفش که نابودی اسرائیل برسه. ایران اجازه بازدید از پارچین رو به آژانس داده و 5+1 هم اعلام کرده که به زودی مذاکرات رو آغاز میکنه با ایران. نظرتون در این باره چیه؟ فکر میکنم که ایران نشون داده که به گفتگو با جامعه بین‌المللی علاقه‌مند نیست. هر وقت ایران بازرسان رو به تأسیساتش برده، به اونها عملاً اجازه دسترسی به هیچ چیزی نداده. ما فکر میکنیم که ایران داره سعی میکنه وقت‌کشی کنه و جامعه بین‌الملل رو فریب بده. فکر میکنم ما در آخرین قدم‌های تلاش‌های دیپلماتیک هستیم و اگه ایران همکاری نکنه و اگه برنامه نظامی‌اش رو متوقف نکنه، عواقبی به دنبال خواهد داشت. اوفیر گندلمن بود، سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، در گفتگویی که پیشتر با او داشتم. اما همونطور که قبلا هم گفتیم، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید
صحبت میکرده. همین حالا هم این گفتگو ادامه داره با خبرنگاران. او به طور مشخص گفته که برنامه دولتش حمله زودهنگام به ایران نخواهد بود. دولت او کماکان استراتژی دیپلماسی و تحریم در قبال ایران رو دنبال خواهد کرد. باراک اوباما به طور مشخص به نامزدهای جمهوری خواه و در واقع کمپین انتخاباتی اونها اشاره کرد که مدام در مورد جنگ صحبت می کنند. او گفت این نامزدهای انتخاباتی مسئولیت دولت و حکومت رو ندارند و به راحتی می تونند در مورد جنگ صحبت کنند، ولی از اونها خواست که اگر در مورد جنگ با مردم آمریکا صحبت می کنند بهتر هست که در مورد عواقب جنگ هم با مردم آمریکا صحبت بکنند.